چشم زندان برای سیف و عراقچی در پرونده فساد بانک مرکزی. کسانی که میگفتند به دستور روحانی ارز را به صورت مخفی وارد بازار کردند. پرده دیگر از فساد سیستماتیک بانکی در ایران که میتواند تبعات سیاسی هم به همراه داشته باشد. جزئیات جدید از پرونده تلاش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای یک آدم ربایی دیگر در ترکیه. دایره تلاش‌هایی که از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران به نظامیان سابق کشیده شده است. مهرداد آبدار باشی از دلایل خروجش از ایران می‌گوید. نگرانی‌ها از موج ششم شیوع کرونا در ایران. پس از راهپیمایی اربعین و سفرهای تابستانی، حالا بیمارستان‌ها برای بازگشت بیماران در حالت آماده باش قرار گرفتند. رئیسی از نیاز به برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس می‌گوید. به امروز خوش آمدید. سرانجام احکام پرونده بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف منتشر شد و حیف و میل شدن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو با 10 سال زندان پایان یافت. پرونده‌ای که بعد از جهش قیمت ارز در بازار ایران نه تنها کمکی به کنترل واقعی قیمت نکرد، بلکه با رانت ایجاد شده فسادی دیگر را به دیگر پرونده‌های فساد اضافه کرد. اینها همه در دولتی انجام شده که پس از بازداشت متهم ردیف سوم در نامه‌ای خطاب به قوه قضاییه خواستار آزادی او می‌شود و تاکید دارد که در مورد اقدامات او اطلاعاتی غلط منتشر شده. سوی دیگر احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی متهم ردیف دوم این پرونده هم در مصاحبه تاکید داشته که تمام اقدامات آن دوره با دستور حسن روحانی انجام شده است، مسیری که نشان می‌دهد این پرونده می‌تواند تازه آغازی باشد بر آنچه این روزها با موضوع محاکمه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. شهره جولانی و جزئیات بیشتر. نظام بانکی کشور به لحاظ کسب و کار بیش از یک دهه هست که از مدیریت مهمترین نهاد مالی ایران تا محکومیت در دادگاه اخلالگران اقتصادی کشور، هم از بانک مرکزی، بانک ها. این سرنوشت ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی ایران است. در پایان روند محاکمه که حدود 2 سال پیش شروع شد، قوه قضاییه ایران شنبه رئیس سابق بانک مرکزی و 2 تن از معاونانش را محکوم شناخت. آقای ولی‌الله سیف فرزند رضا که در واقع رئیس وقت بانک مرکزی هستند، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق غیرقانونی ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده. سالار آقاخانی فرزند فیروز به 13 سال حبس بابت مشارکت در این جرم و 3 سال حبس بابت پرداخت رشوه محکوم شده. این افراد به زمینه‌سازی برای خرید و فروش بیش از 180 میلیارد دلار ارز دولتی و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود متهم شدند. بنابر کیفرخواست، آنها با اطلاع رئیس کل بانک مرکزی این 180 میلیارد دلار ارز دولتی را در 28 مرحله و هر بار بین 5 تا 8 میلیون دلار به صورت پوششی به بازار تزریق کردند. عملیاتی که به گفته دادستانی نه تنها به کاهش قیمت ارز کمکی نکرده، بلکه به قاچاق ارز دامن زده و در نهایت حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از ذخایر دولتی گم شده. ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی وی به همراه 8 متهم دیگر دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی مرداد 2 سال پیش شروع شد. همان وقت غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه یکی از متهمان را مردی 28 ساله به نام سالار آقاخان معرفی کرد و گفت او از ایران خارج شده. بانک مرکزی ساده ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی و اندوخته ملی کشور
تقریبا بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را روانه بازار کرد. بانک مرکزی که از سیاست‌های اصلیش باید این باشه که این جور نوسانات ولی الله سیف از شهریور سال 92 تا مرداد سال 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی چند ماه پیش بود که دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه اتهام‌های مطرح شده علیه او را رد کرد. با این پیش‌زمینه که مداخله در بازار ارز جزء وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. احمد عراقچی متهم پرونده و معاون ارزی بانک مرکزی همزمان با شروع دادگاه در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته مداخله در بازار ارز با دستور حسن روحانی انجام شده و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخان را تایید کرده. او در بخش دیگری از این مصاحبه مفصل گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی مهر 96 نوشتند که به بانک مرکزی اجازه بدهید به صورت پوششی در بازار مداخله کنه. یعنی مسئله آن قدر جدی بوده که همه درباره آن به تصمیم رسیده بودند. بنابراین با رسیدن این دستورها و نتایج به سراغ فاز اجرایی رفتیم تا این کار انجام بشه. آقا عامل که خود عامل 21 فروردین 97 در اوج تنش در بازار ارز در ایران رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس قرار است در این باره توضیح دهد. اما این آشفتگی مجلس ایران تنها بازتابی از آشفتگی مالی در روند افزایش سرسام‌آور نرخ ارز است. گرانی بی‌مهار بهای دلار و به موازات آن سقوط بی سابقه ارزش واحد پول ایران. بمونید آقای سیف. خواهرون بفرستند صندلیاتون. بفرمایید. دولت جدید در ایران گفته اولین مسئله را که حل خواهد کرد پدیده فساد است. حالا معلوم نیست شعاع خلعیت و محاکمه مسئولان سابق با نام مبارزه با فساد تا کجا پیش خواهد رفت و دامن کدام مسئول سابق را خواهد گرفت. شهره جولانی، لندن. عبدالرضا احمدی پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان همراه ما هستند. آقای احمدی خوش آمدید. الان در این گزارش هم دیدیم عراقچی تاکید داره که ما تمام اقداماتمون با دستور روحانی بوده، همزمان فشارهای سیاسی به دولت روحانی هم افزایش پیدا کرده. شما جزئیات این پرونده رو از اول مرور کردید، جزئیاتش رو می‌دونید. آیا این یک پرونده فساده یا بیشتر یک دعوای سیاسی؟ بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگانتون و شما. آرزم خدمتتون که من کلا وقتی خبرهای مدلی رو میشنوم یاد این کارتل‌های مواد مخدر و پابلو اسکوبار در آمریکای جنوبی میافتادم که اینا در یه بزنگای میومدن برای خودشون زندان درست میکردن و خودشون خوب میرفتن تو زندان‌های خودشون. آقای سیف در واقع اولین پرونده از این دست نیست، برای اینکه بریم یه خورده عقب‌تر. بابک زنجانی بود که اونم در یه زمانی اومده بود کمک دولت و خب بعد رفت زندان، اما خب الان کجاست معلوم نیست، یا برادر خدای روحانی یا قبل‌تر از اون امثال شهرام جزایری ها و بسیاری خیلی خیلی از این افرادی که در یک بزنگاهی اومدن. اما تمام اتهامی که متوجهشون هست اینه که چرا نظام رو دچار مخاطره کردن. همین آقای سیف که امروز حالا پروندهش بازه، در دورانی که ریاست بانک مرکزی رو داشته ما یه زرزیان بزرگی داریم مثل مؤسسات مالی، یه فساد عمده‌ای داریم مثل بانک سرمایه یا بانک آینده، اما هیچ جای پرونده ایشون خبری از این اقلام و این جرایم نیستن. و چیزی که متوجه ایشونه چرا در دوره‌ای که به قول شما در واقع میخوام برگردم به این که سیاسیه، به نظر منم در واقع یک درگیری درون‌گروهیه که چرا آقای سیف در یک دوره‌ای حالا به دستور آقای روحانی یه استفاده یا سوء استفاده کرده از بازار ارز. ولی اقدامات مخرب دیگه‌ای که ایشون در دوران زمامداری بانک مرکزی انجام داده که زرش متوجه مردم بوده هیچ وقت بهش اشاره نمیشه و محاکمه بابتش انجام نمیشه. خب الان همونطور که گفتم اسم روحانی در این پرونده هست. میدونیم که در مجلس شورای اسلامی داره زمزمه های محاکمه او هم حتی مطرح میشه. آیا فکر میکنید با توجه به این مسیری که خودتون هم الان اشاره کردید، نظام حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای هست که رئیس جمهور سابق خودش رو بیاره به هر شکلی محاکمه کنه یا حتی دست کم مورد بازخواست قرار بده؟
اینکه در مورد یک فرد مثلا روحانی صحبت کنیم، میگم قدیم هم بوده، مثلا این آقای سیف خیلی برای من شباهت داره به داستان آقای کلباسچی که ایشون هم در دورانی اومدن شهردار بودن، فسادهای زیادی متوجهشون شد، محکوم هم شدن، اما بعد از دو سال آژن رفسنجانی اومد وساطت کرد و قائل خط شد. یا اتفاقی که برای در دوران احمدی نژاده، اینکه من بگم آقای حسن روحانی فردا محاکمه میشه، به نظر من با توجه به اینکه کل سیستم همونجوری که عرض کردم یک سیستم معیوب و فسادزای و هیچ وقت هم در این 14 هیچ کسی بابت این سیستم، مثلا بابت سیستم بانکداری ایران، کسی محاکمه نشده. برای خاطر اینکه بگیم خود آقای حسن روحانی یه روز میاد پشت میله زندان، به نظر من یه امر بعیدیه با توجه به سابقه که در این 14 در جمهوری اسلامی میبینیم. ولی اینکه بعدن یک سری گروگانگیری های سیاسی بین گروه هایی که در حاکمیت وجود داره بین خودشون زد و بند کنن، طبیعتاً این رو میشه متصورتر بود. اینکه این رو فرض کنیم که میگم مثلا احمدی نژاد الان در نمایشگاه اکسپو داره برای خودش میره و میاد، در صورتی که یک دکل در دورانش گم شده، دکل نفتی، یا آقای بابک زنجانی همه فساد به بار آورده. بخاطر من متوجه شخص خدای روحانی نمیبینم خطری رو. عبدالرضا احمدی پژوهشگر مالی، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. چهارشنبه نیروهای امنیتی ترکیه از دستگیری یک تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شهر وان خبر دادند که برای روبودن یک نظامی سابق به این شهر رفته بودند. حالا هویت این نظامی سابق مشخص شده است. مرداد آبدارباشی، سرگرد خلبان ارتش ایران که 3 سال پیش به ترکیه گریخته بود. رسانه‌های ترکیه میگویند که مقامات امنیتی این کشور نزدیک به 8 ماه است که از طرح روبودن این نظامی با خبر بود و روز چهارشنبه اقدام به دستگیری این شبکه 8 نفره کردند. سابقه روبودن فعالین سیاسی و حتی ترور آنها در ترکیه حالا به نظامیان کشیده شده است. مشوا پور محسن در گزارش خود نگاهی دارد به سابقه این موضوع. دوم مهر ماه ساعت 9 شب به وقت محلی، ضربه سازمان امنیت ترکیه به عملیات آدمربایی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شهر وان در نزدیکی مرز ایران و ترکیه. دستگیری 2 مأمور امنیتی ایران و 6 عضو دیگر یک شبکه که قرار بود یک نظامی سابق ایران را بدزدند. تیمی 8 نفره از جمله یک زن وابسته به سیستم اطلاعاتی ایران که در هنگام انجام عملیات سوژه را بیهوش کرده بود. اما سازمان امنیت ترکیه و پلیس این کشور که میگویند از 8 ماه پیش از موضوع مطلع بودند، در عملیاتی مشترک تازه‌ترین پروژه آدمربایی جمهوری اسلامی را نقش بر آب کردند. هویت سوژه مورد نظر حالا مشخص شده. یک خلبان ارتش به نام مهرداد آبدارباشی که از او خواسته بودند به نیروهای سپاه پاسداران در سوریه ملحق شود. او نپذیرفت و همراه خانواده‌اش به ترکیه گریخت. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای روبودن او پروژه 30,000 دلاری تعریف کرد که 10,000 دلارش به همسر آبدارباشی پیشنهاد شده بود. جمهوری اسلامی همسر این خلبان را تهدید کرده بود که به خانواده‌اش در ایران آسیب می‌زنند. به گفته آبدارباشی، وزارت اطلاعات ایران دلیل تلاش برای روبودن او را نمایش قدرت خوانده بود. جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌های جهان است که از آدمربایی دولتی برای نشان دادن قدرت خود به مخالفان استفاده می‌کند. آبان‌ماه سال گذشته هم جمهوری اسلامی حبیب چپ از مخالفان سیاسی را در یک عملیات ویژه از سوئد به ترکیه کشاند و در آنجا او را ربود. در آن عملیات هم دستگاه امنیتی از یک زن به عنوان تله استفاده کرده بود. اخباری غیررسمی درباره همکاری ترکیه با جمهوری اسلامی در ماجرای روبودن چپ منتشر شد، اما هیچ مقام رسمی تاییدش نکرد. اما حدود 2 ماه بعد ترکیه 11 عضو یک شبکه قاچاق مواد مخدر را به اتهام فعالیت جاسوسی برای ایران بازداشت کرد. سردسته این گروه ناجی شریفی زیندشتی بود که حالا مشخص شده سالها با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکرده. سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم تی وی، اردیبهشت ماه سال 96 در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. محافظ و راننده زیندشتی یکی از متهمان این قتل. 2 سال پیش مسعود مولوی از منتقدان حکومت و مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه در محله شیشلی استانبول کشته شد. جدای از عبدالوهاب کوچاک، باغچه‌بان ویلای زیندشتی در استانبول، محمد رضا ناصرزاده، کارمند سرکنسولگری ایران هم به اتهام مشارکت در این قتل سازمان یافته بازداشت شد. وزارت خارجه
پس از انتشار فیلم بازداشت هم خبر را تکذیب کرد. خب همونطوری که من عرض کردم این هیچ کارمند کنسولگری بازداشت نشده و اساسا این نمیتونه اتفاق بیفته چون خلاف رویه ها و پروتکل ها هست. ترکیه محل زندگی بسیاری از ایرانیانی است که به دلایل مختلف قید زندگی در ایران را زدند، از جمله زندانیان سیاسی و منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی. دستگاه امنیتی ایران هم در تمام این سالها در ترکیه فعال بوده با قتل و روبودن افراد. ترکیه تحت حاکمیت رجب طیب اردوغان هم به تناسب فراز و نشیب روابطش با ایران گاهی چشم بر آدم ربایی های دولتی ایران بسته و در بعضی موارد شهروندان ایرانی را تحویل داده، از جمله امیر حسین مرادی یکی از معترضان آبان 98 که ترکیه او را به ایران تحویل داد و او در معرض حکم اعدام قرار گرفت. حالا اما اردوغان به جمهوری اسلامی پشت کرده. با این همه انبوه عملیات آدم ربایی و قتل مخالفان سیاسی ایران در ترکیه نشان می‌دهد این دیوار 20 کیلومتری که ترکیه در مرز ایران ساخته ظاهراً شرایط را تنها برای پناهجویان سخت کرده، نه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن. مرتاد عبدالباشی، خلبان سابق ارتش ایران همراه ما هستن. آقای عبدالباشی خوش آمدید. از زبان خودتون بشنویم چه شد که مجبور شدید ایران رو ترک کنید؟ درود بر شما و همه مخاطبین محترمتون. خب در سالهای 96 فکر میکنم، اون سالهایی که مواضع سپاه قدس در سوریه توسط اسرائیل بارها و بارها بمباران میشد و بی سر و صدا تلفات رو می آوردن در ایران و سپاه تلفات زیادی می داد، سپاه قدس بر این شد که از ارتش هم نیرو بگیره، در واقع تجارت تروریست، صدور تروریست رو به ارتش هم کشوند و علاوه بر اون داستان‌های مدافع حرم که فرم‌هایی رو تکثیر می‌کرد در بین ارتشیان می‌داد، این بار بل اجبار از ارتش نیرو می‌خواست و قوره به نام من افتاد و من قبول نکردم. در اون سال قبول نکردم و گفتم من جونم رو هم برای خاکم میدم، من خیانت نمی‌کنم. دشمن بخواد به کشور حمله کنه، من اولین نفر سینم رو سپر می‌کنم در جلوی دشمنانم، ولی در صدور تروریست و آدمکشی در کشورهای دیگه، من خودم بچه دارم ولی نمیتونم برم بچه‌های دیگر رو بکشم، بچه‌های دیگر رو یا خانواده‌های دیگر رو بی‌سرپرست کنم، من این کارو نمی‌کنم. و متاسفانه تهدید شدم از طرف اطلاعات سپاهکارم، به اونجا کشیده شد و مجبور شدم با سختی‌های فراوان جونم رو بردارم و به کشور ترکیه پناهنده بشم. آیه عبدالباشی، نیروهای امنیتی ترکیه میگن نزدیک به 8 ماهه که میدونن پروژه‌ای برای روبودن شما در دست اقدام بود و چهارشنبه جلوی اون رو گرفتن. خودتون چه اطلاعاتی داشتید و چه اتفاقی افتاد اون روز؟ خب من از روزی که وارد ترکیه شدم اعلام پناهندگی کردم، اداره مهاجرت من رو ارتباط داد با، به خاطر حساسیت پروندم، کیسم، شغلم، ارتباط داد با سازمان اطلاعات و امنیت. از همون روزهای اول ما با هم جلسه داشتیم، امنیت من رو تأمین می‌کردن، به من کمک می‌کردن، جلسات مختلف، تلفن من رو خودشون به من دادن، سیم کارت رو خودشون دادن، کاملا مراقب من بودن. و پناهندگانی که اینجا هستن شاید به راحتی میتونم بگم 80% با اطلاعات ایران همکاری میکنن، با اطلاعات ایران همکاری میکنن و هر اتفاقی که میفته به راحتی ایران با خبر میشه. به خاطر همین در اون شهری که من زندگی میکردم یک شهر امنیتی هست و کاملا حواسشون به من بود. من نمیدونم اینها 8 ماه، 1 سال، ولی از روز 3 سال پیش که من وارد ترکیه شدم اینها کاملا مراقب من بودن و با هر کس که من دوست میشدم ارتباط میزدم مشخصاتش رو به اونها میدادم و اینها کاملا در جریان بودن که چی داره میگذره. ولی مسلما عقبه خیلی زیادی خواهد داشت، حداقل 6 ماه برای این پروسه آدم ربایی ایران برنامه‌ریزی کرده بود.
ممنونم از شما مهداد آبدارباشی، خلبان سابق ارتش ایران که ما رو همراهی کردید. البته ما در روزهای آینده بیشتر با شما در این مورد و پرونده‌ای که اتفاق افتاده صحبت خواهیم کرد. این توضیح رو هم بدم، البته بسیاری از پناهجویان در ترکیه برای فرار از جمهوری اسلامی و فشارهاشون اونجا هستند. ممنون از شما مجدد مهداد آبدارباشی که ما رو همراهی کردید. دادگاه تجدید نظر در ایران بدون برگزاری جلسه حکم 1 سال زندان و 1 سال ممنوع خروجی نازنین زاغری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. این حکم در حالی صادر می شود که خانم زاغری سالهای گذشته همواره در زندان بود و حکم 5 سال زندانش به اتهام جاسوسی پایان یافته بود. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به صورت مستقیم و غیر مستقیم پایان یافتن پرونده نازنین زاغری را به پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران منوط کردن، موضوعی که حالا ریچارد راتکلیف همسر خانم زاغری در مصاحبه با ایران اینترنشنال بران تاکید دارد. من همونقدر درباره این حکم میدونم که بقیه میدونن. امروز صبح به وکیل نازنین زنگ زدن و گفتن که تقاضای تجدید نظرش رد شده و شعبه 54 دادگاه حکم 1 سال زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور رو تایید کرد. هنوز به زندان احضار نشده. نازنین با سفیر بریتانیا صحبت و درخواست کرده با نخست وزیر صحبت کنه و فکر میکنم لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا با نازنین تماس خواهد گرفت. اما در مورد اینکه کی نازنین رو به زندان منتقل میکنن هنوز روزی رو مشخص نکردن. من فکر میکنم که این فقط اهرم فشاریه به دولت بریتانیا. بریتانیا 2 هفته دیگه برای نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل میزبان دولت‌های ایران، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه است. در نتیجه شاید این فرصتی باشه که در این مورد بتونن صحبت کنن و حل و فصلش کنن. پیامی که من به دولت بریتانیا دادم این بود که اگه سریع عمل نکنین و سعی نکنید این مسئله رو حل کنید، واضحه که دوباره برش میگردونن به زندان. این تهدیدیه که ما خیلی جدی میگیریمش. ما داریم در ترس و وحشت زندگی میکنیم. برداشت من از این حکم اینه که حکم بازداشت نازنین پایانی نداره. همون جوری که در پایان اولین دوران محکومیتش یه پرونده جدید براش باز کردن. اگه به چیزی که میخوان نرسن دوباره میندازنش زندان. الان 1 سال زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور رو در پایان این محکومیت اگه مشکل حل نشده باشه دوباره همین کارو تکرار میکنه. جمهوری اسلامی از اول خودسرانه عمل کرد و به این کارش ادامه خواهد داد. چیزی که واضح و روشنه اینه که مقامای جمهوری اسلامی نمیخوان نازنین رو به زندان بندازن. اونا میخوان بدهیشون رو پس بگیرن و اگه با دولت بریتانیا به توافق برسن دیگه لازم نیست نازنین به زندان بره. واضحه که این اقدام فقط برای فشار به دولت بریتانیا انجام شده. پس از آنکه پیام تبرسی عضو کمیته علمی کرونا در ایران نگرانی‌ها از تشدید شیوع کرونا بعد از راهپیمایی اربعین و مراسم مذهبی و البته سفرهای بین شهری همزمان با تعطیلات را تایید کرد و از موج ششم کرونا گفت، حالا وزیر بهداشت از آمادگی بیمارستان‌ها برای مقابله با این موج جدید خبر داد. اینها همه در حالی است که ابراهیم رئیسی در این شرایط که بسیاری نسبت به بازگشایی مدارس هشدار می‌دهند می‌گویند سلامت مردم نباید به خطر بیفتد و باید برای بازگشایی مدارس برنامه ریزی شود. برنامه هایی که ماهاست در مورد آن صحبت می شود و البته نشانی از آن نیست. رها باوند و جزئیات بیشتر. فصل پاییز و نگرانی از شروع موج ششم کرونا در ایران. با گذشت بیش از 18 ماه از آغاز همگیری کرونا، این ویروس کشنده کماکان موجب مرگ روزانه حدود 200 ایرانی می شود. البته مقامات سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند. همزمان پس از حدود 1 ماه که روند ابتلا و فوتی‌های کرونا رو به کاهش بود، مقامات دولتی از آغاز روند معکوس و افزایش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها خبر می‌دهند. طی 1 هفته گذشته، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز رشد 28% داشته. رعایت پروتکل‌ها کاهش پیدا کرده. عددی رو که عزیزان میگن عدد 45%، این کاملا نگران کننده است و نگرانی از بروز پیک ششم کاملا متصور هست و اگر خدای نکرده مراقبت نکنیم ممکنه وارد پیک ششم بشیم. با این حال وزیر بهداشت میگوید برای موج ششم کرونا تمهیدات لازم انجام شده و بیمارستان های کشور در آماده باشند.
گرچه تا کنون در مجموع بیش از 71 میلیون دوز واکسن تزریق شده، اما کل تعداد شهروندانی که هر دو دوز را تزریق کرده اند تنها حدود 23 میلیون نفر است. به عبارتی کمتر از 30% از کل جمعیت. چرا که برای دستیابی به شاخص ایمنی همگانی حداقل باید 80% جمعیت هر دو دوز را دریافت کنند. چیزی که کمک میکنه فقط واکسن هست و رعایت نکات بهداشتی. یعنی ما باید نگاه کنیم چند وجهیه، چون چیزی که وجود داره و حالا ویروس شناسان برجسته دنیا پیش بینی میکنن اینه که متاسفانه ویروس کرونا تا سالها با ما خواهد بود. بنابراین باید خودمون رو وقف بدیم تا ان شاءالله شرایط به گونه‌ای برسه که اگر ما ان شاءالله 80% جمعیتمون واکسن بزنه، بعد اون موقع ببینیم که چه اتفاقی ان شاءالله خواهد افتاد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد واکسیناسیون دانش آموزان شرط بازگشایی مدارس نیست و در نیمه اول آبان مدارسی که دانش آموز کمتری دارند و در محدوده وضعیت قرمز نیستند امکان بازگشایی دارند. این در حالی است که یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس بازگشایی مدارس را اقدامی انتحاری توصیف کرده. رها باوند. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. جامعه شیعه در ولایت قندهار مراسم تشییع جنازه قربانیان انفجار انتحاری روز جمعه در مسجد شیعیان را برگزار کنند. تاکنون مرگ 63 نفر بر اثر این انفجار که جاش شاخه خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفته تایید شده و حالا برخی از مصدومان که در بیمارستان بستری هستند هم وخیم گزارش شده. بعد از خروج نیروهای آمریکایی این مرگبارترین حمله داعش بود. رهبر گروه موسوم به پولیساریو صحرای غربی که گروهی جدایی طلب در مراکش است میگوید تا زمانی که سازمان ملل متحد یک نماینده مشخص برای حل این بحران نکند و حملات خود ادامه خواهد داد. مراکش جمهوری اسلامی را به حمایت تسلیحاتی از این گروه جدایی طلب متهم کرده است. فضاپیمایی لوسی ناسا برای کشف 8 سیارک به فضا پرتاب شد. تلاشی که حدود 12 سال به طول خواهد انجامید که میتواند به برخی سوالات در مورد سرمنشأ پیدایش منظومه شمسی هم پاسخ دهد. لوسی اولین فضاپیما با انرژی خورشیدی است که به مدار مشتری خواهد رفت. هزینه این سفر 12 ساله نزدیک به 981 میلیون دلار خواهد بود. همزمان با دهمین سالگرد مبادله گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی با 1000 زندانی فلسطینی، برخی گروه‌های فلسطینی در منطقه جلیا در شمال نوار غزه تجمع کردند. شالیت 5 سال در اسارت نیروهای حماس بود که در بزرگترین توافق آزادی زندانیان بین اسرائیل و نیروهای فلسطینی آزاد شد. در 10 سال گذشته دیگر هیچ تبادل زندانی صورت نگرفته است. یک گروه مذهبی یهودی ارتدوکس با نام قلب پاک که اعضای آن شهروندان دو تابعیتی اسرائیل هستند، پس از درخواست پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته تلاش کردند تا از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شوند. دولت اسرائیل تلاش می‌کند با فشار بر دولت گواتمالا که این یهودیان هم‌اکنون در خاک آن زندگی می‌کنند، جلوی خروجشان را و رسیدن به ایران را بگیرد. گروهی ارتدوکس به دلیل باورهای سختگیرانه مذهبیشان در بسیاری از کشورها با مشکلات بسیاری روبرو شدند، مشکلاتی که البته بر اساس قوانین جمهوری اسلامی احتمالاً با محدودیتی روبرو نخواهد شد. البته که ورود این گروه به ایران میتواند بحران سیاسی هم به همراه داشته باشد. بابک اسحاقی گزارش می‌دهد. آنها گروه خود را لف تاهور یعنی قلب‌های پاک می‌نامند.
اما در اسرائیل به کنایه به این یهودیان به شدت مذهبی، یهودیان طالبانی میگویند و اینک آنها تصمیم گرفتند که جمعاً به ایران پناهنده شوند و در زیر سایه و حمایت جمهوری اسلامی ایران زندگی کنند. فرقه لو تهور که اکثریت اعضای آن شهروندان اسرائیلی هستند، جامعه ای مذهبی خشن و بسته است که تلاش میکند تا به دور از دید مردم با قوانین ویژه خود زندگی کند. رهبر و مؤسس این گروه یک روحانی یهودی به نام شلومو هلورانس بود که 4 سال پیش در حین غسل کردن در رودخانه‌ای در گواتمالا کشته شد. در زمانی که افراد این گروه در اسرائیل بودند، دادگاه به اتهام ربودن کودکان، خشونت، پایمال کردن حقوق انسان و ازدواج کودکان این فرقه را غیر قانونی اعلام کرد و در پی آن افراد لو تهور به کانادا و سپس مکزیک و در سال 2013 به گواتمالا کوچ کردند. اما در آنجا نیز با شکایت خانواده‌های اسرائیلی که به گفته آنان فرزندانشان از آنها ربوده شدند مواجه شدند. در سال 2018 رهبران این فرقه در پیامی به جمهوری اسلامی خود را گروهی ضد صهیونیست خواندند و با رهبر این کشور علی خامنه‌ای بیعت و از ایران تقاضای پناهندگی کردند، به این امید که اسرائیل نمیتواند در ایران به تعقیب آنان بپردازد. در هفته‌های گذشته گروهی از افراد لو تهور تلاش کردند تا از طریق کردستان عراق خود را به ایران برسانند. حتی خبرهایی از دیده شدن چند تن از آنان در اقلیم کردستان عراق نیز شنیده شد. هنوز از امکان ورود اعضای لو تهور به ایران و یا خبری از توافق جمهوری اسلامی مبنی بر اجازه ورود آنان به ایران نرسیده. اما اسرائیل نگران از یک واقعه دیپلماتیک خطرناک در صورت ورود این افراد به ایران است. اسرائیل تلاش می‌کند تا از خروج آنان از گواتمالا جلوگیری کند. گفته شده که رهبر این فرقه به مردان این گروه دستور داده که در صورت حمله اسرائیل به این جامعه در گواتمالا فرزندان خود را به قتل برسانند. ورود صدها شهروند اسرائیلی به ایران می‌تواند دردسرهای بزرگی را برای دولت اسرائیل و نگرانی‌های را برای خانواده‌های این افراد در اسرائیل به وجود آورد. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد چند بار برخی یهودیان مخالف اسرائیل از ایران دیدن کرده بود و مقامات ایرانی از آنان استقبال گرمی به عمل آوردند. حال معلوم نیست که جمهوری اسلامی ایران آیا پذیرای فرقه ای که متهم به شلاق زدن زنان و کودکان، مجبور کردن به ازدواج زود هنگام و دور کردن فرزندان از پدر و مادر در خیش است خواهد بود یا خیر. بابک اسحاقی، اسرائیل. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران اسرائیل از تل اویو همراه ما هستن. آقای سبتی خوش آمدید. ابتدا از شما بشنویم این گروه چه افرادی هستند، چرا این همه سال بین کشورهای مختلف در واقع در حال سفر هستند و چرا نمیتونن در یک جا سکونت داشته باشن؟ با عرض شب بخیر به شما و بینندگان، همونطور که آقای اسحاقی در گزارششون گفتند، این یک گروه بسیار بسیار افراطی هست که حتی گروه‌های افراطی دیگه در اسرائیل، در اورشلیم وقتی که اینا برگشتن، اون گروه‌ها اینها رو از بین خودشون بیرون کردند. اون گروهی که گفتم که آقای احمدی نژاد در اون حدود 12-13 سال پیش اینها رو از خودشون بیرون کردند و اینها بعد از اینکه واقعا رفتارشون واقعا افراطی بود نسبت به دیگران، حتی مجبور شدن از اسرائیل خارج بشن، در سال 90 برن به آمریکا. اونجا به خاطر دزدیدن یک بچه‌ای که می‌خواستن اون رو هم تبدیل کنن به یک یهودی افراطی، بعضیاشون زندان رفتن، بعدن اخراج شدن، رفتن کانادا، اونجا باز به رفتارشون ادامه دادن، باز کانادا نتونست اینا رو تحمل کنه و کارشون به گواتمالا کشید و الان با تلاش اسرائیل و دیگر سازمان‌ها و کشورها که حقوق بشر و حقوق بچه‌ها واقعا براشون مهمه، اینها مثل اینکه راه چاره‌ای نمی‌بینن غیر از اینکه دنبال یک کشور تندرو واقعی بگردن. یعنی در فارسی ما یه چیزی میگیم که پول میره پیش پول و مثل اینکه تندروها هم میرن پیش تندروها. پس و به نظر میاد تنها گروهی که حاضر مهاجرت کنه به ایران در این شرایطش اینجور گروه باشن. ما فرار مغزها داریم از ایران و اینجور گروه ها میخوان داخل ایران بشن.
پس میشه گفت جای تعجب نیست که اینها ایران رو برای خودشون انتخاب کنن و نظام ایران و اون شرایطی که بتونن اونجا برای خودشون برپا و ایجاد بکنن. همونطور که در گزارشون گفته شد، اینها به شدت حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و کودکان رو زیر پا میگذارن. ازدواج‌های زود هنگام، شلاق زدن به زنان و بچه‌ها، اینها رفتارهای روزمره اینهاست و هیچ کشور دموکراتیکی حاضر نیست اینها را قبول کنه. خب آقای سبتی، الان در خبرها هم داشتیم که دولت اسرائیل داره تلاش میکنه که جلوی ورود اونها رو به ایران بگیره. آیا این تلاش به دلیل مسائل امنیتیه یا مسائل هویتی و مذهبیه یا مسائل سیاسیه؟ چرا دولت اسرائیل اینقدر داره تلاش میکنه جلوی ورود اونها رو بگیره؟ در واقع اولین دلیل اسرائیل هدفش جلوگیری از خطر برای زندگی و جون اینجور آدم هاست. حتی اگر اونها بر ضد اسرائیل هستن، بالاخره اسرائیل نمیخواد در دردسر بیفته. کسی گروگان ایران بشه، در واقع اونم از خواسته خودشون. وقتی حدود 300 نفر شهروند اسرائیلی در دست ایران و اونها اونطوری که بخوان ازشون اول پذیرایی کنن، ولی اگر کار بین ایران و اسرائیل به جای باریک بکشه اونها رو تبدیل به گروگان بکنن، اسرائیل هیچ حاضر نیست به یه همچین وضعی برسه. حتی هستن که یکی دو نفر مثلا اشتباهاً وارد به نوار غزه شدن و هستن هست در خط حماس. اینا فرقی نمیکنه برای اسرائیل چرا به اونجا وارد شدن، و اسرائیل تلاش میکنه هر یک نفر رو حتی نجات بده. پس برای اسرائیل اولا جون اینها مهمه. دوما ایران مسلما میتونه از این موضوع استفاده تبعی بکنه، نشون بده به دنیا که یک عده یهودی به ایران مهاجرت کردن، همونجور که روزنامه کیهان یکی دو روز پیش اشک تمساح ریخته برای این گروه و گفته چرا اونها رو آزاد نمیگذارن و اینها فقط خان حجاب زنان رو رعایت کنن. البته ایران همه داستان رو مسلما نمیگه که بتونه خودش رو خوب جلوه بده در این موضوع و اسرائیل رو جلوه بده. مسلما که برای ایران یک برد خیلی خیلی بزرگی خواهد بود از همه لحاظ، و اسرائیل در مقام دفاعی خیلی سخت خواهد بود براش که از این موضوع دفاع کنه که چرا یه عده اسرائیلی برن به اونجا. الان دقیقا حالا در گزارش هم بود که در دوره محمود احمدی نژاد دیدارهایی صورت گرفت، بعد از اون هم بارها ما میدونیم که در امریکا مثلا در تجمعات ضد اسرائیلی این گروه در کنار فلسطینی‌ها و هواداران جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اگر این اتفاق فرض بگیریم که بیفته، فکر میکنید چه ضرری برای اسرائیل داشته باشه؟ اون گروه ممکنه این یک، چون لباسشون و رفتارشون شبیه این، باعث یک سوء تفاهمی شده. این گروه اون گروهی نیستن که رفتن ایران و یا در تظاهرات های ضد اسرائیلی با آقای احمدی نژاد و غیره اینا شرکت میکنن. اونها گروه ساتمر هستن و خیلیشون شهروند آمریکایی هستن. ایران میدونه که با اونا روی اونا نمیتونه دست بذاره و به اونا آسیبی نمیذاره و ازشون فقط استفاده تبلیغی میکنه. اینها فقط شهروند اسرائیلی هستن، هیچ کشور دیگه‌ای که در اونها درجا بودن بهشون شهروندی نداده و برای همین فقط اسرائیلی حساب میشن. برای همین این میتونه مسئله بغرنجی برای اسرائیل درست کنه و کشورهای دیگه در واقع دخالت نخواهند کرد. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو، ممنون از این که ما رو همراهی کردید. روز گذشته دیوید ایمس، نماینده مجلس بریتانیا از حزب محافظه‌کار، با ضربات چاقوی مردی 25 ساله به قتل رسید. پلیس این کشور این قتل را یک حملگی تروریستی توصیف کرده و فردی مظنون که سومالیایی تبار است بازداشت شده. طی سالهای اخیر این دومین بار است که یک نماینده مجلس بریتانیا به قتل می‌رسد، اتفاقی که موجب افزایش نگرانی مردم و مقامات این کشور شده. این سیاستمدار با سابقه بریتانیایی رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد بود و به فعالیت‌هایش علیه جمهوری اسلامی شناخته می‌شد. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد. قتل سر دیوید ایمس، نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار، مردم بریتانیا را در بخت فرو برد. دلیل شوکه شدن مردم اینه که او یکی از مهربان‌ترین و نجیب‌ترین افراد در دنیای سیاست بود.
او پیشینه برجسته‌ای در تصویب قوانین برای کمک به آسیب پذیرترین افراد جامعه داشت. دیوید دلسوزانه به این کشور و آینده این کشور اعتقاد داشت. ما یک سیاستمدار خوب و یک دوست و همکار خیلی عزیز را از دست دادیم. پلیس بریتانیا اعلام کرد این یک حمله تروریستی بوده و یک مرد 25 ساله بریتانیایی سومالیایی تبار در ارتباط با این قتل بازداشت شده. آقای ایمس 69 ساله مانند هر جمعه دیگر برای ملاقات با اهالی حوزه انتخابیش به کلیسای محل رفته بود که ضارب چندین بار او را با ضربات چاقو مورد اصابت قرار داد. تلاش امدادگران برای نجات جان دیوید ایمس بی نتیجه بود و او در محل جنایت درگذشت. چنین اتفاقات این اطراف نمی افته. او مرد خیلی خوبی بود. به همه کمک می کرد. درخواست هیچ کسی را رد نمی کرد. حقوق حیوانات برایش مهم بود. به مدرسه ها سر می زد. در کارهای خیریه شرکت می کرد. مرد خیلی خوبی بود و این واقعا ناراحت کننده است. این دومین بار طی حدود 5 سال گذشته است که یک نماینده مجلس بریتانیا به قتل می رسد. سال 2016 میلادی کمی پیش از همه پرسی برکزیت بود که جو کاکس یک نماینده مجلس از حزب کارگر به دست فردی با تمایلات راست افراطی کشته شد. اتفاقاتی نگران کننده که تهدیدی برای شالوده دموکراسی در بریتانیا به حساب می آید. نکته قابل توجه در مورد این نماینده مجلس و سیاستمدار کهنه‌کار بریتانیایی فعالیت‌های او بر ضد جمهوری اسلامی است. دیوید ایمس رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد بود و در گردهمایی‌های مجاهدین خلق شرکت می‌کرد. ما با تک تک شما در این مبارزه متحدیم. مطمئنم پیام ما برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک و آزاد به تهران میرسد و مرکز حکومت دینی را خواهد لرزاند. هومن میرقاسمی. در ایتالیا و با اعلام پایان محدودیت‌های کرونا، کافه‌ها و بارها کار خودشون رو پس از 2 سال از سر گرفتن. کلوپ‌های شبانه از جمله مکان‌هایی هستن که کار خودشون رو آغاز کردن. با تصاویری از یک کلوپ شبانه در روم ایتالیا به پایان این امروز می‌رسیم.